د کابل نیوز درنیدونکو السلام علیکم. د نن خبرونه ته مزه اسماعیل شاکر هر کله کوم. په نن کې د نړیوال بانک په ورستی ریپورت غږیږو په هیواد کې د لوږې کچا 2.5% ته لوړه شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي د ارقامو له ورکولو پرته د نړیوال بانک د ورستی راپور په غبرګون کې وایي د نړیوال بانک د راپور جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي او تمه لري چې په دې راپور کې د حقیقتونو اصل په پام کې نیول شوی وي. د نړیوال بانک د شمیرو پر بنسټ په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د فقر کچه له 55% څخه 2.5% ته لوړه شوې ده. د ولسي جرګې غړي بیا د نړیوال بانک وروستی راپور د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي حکومت په فساد کې ښکېل دی او په دومره موده کې یې د دې ناوړې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار نه دی کړی. بحث دا دی چې په هیواد کې د لوږې او د فقر د کچې لوړېدو اساسي عوامل څه دي. منابع نشته او یا دا چې منابع په درسته توګه نه مدیریت کیږي. او بل مهم باس فساد څومره عامل شوی چې هیواد کې هر کال د فقر او لوږې کچه لوړه شي. په دې موضوعاتو په نن کې باس کوو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن میلمانه باس کوي. په سټوډیو کې راسره د اقتصاد وزارت ویان عبدالصبور نریمان دی او د سکایپ له لارې راسره اقتصادي شنکی سیام الدین پسرلی هم ملګری دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. او پسرلی صاحب تاسو هم ښه راغلاست. ستړي مه شئ. او نریمان صاحب کله به تاسو راپیل کړم، دغه ارقام چې نړیوال بانک ورکړی دي د تایید وړ دي؟ سلام بر شما، سلام به آقای پسرلی و سلام به بینندگان تلویزیون کابل نیوز. زمانی که یک ارقام نشر میشه طبعا خب به اساس یک سلا شاخص ها ارزیابی میشه، اما تمام ارقامی که از ادارات مختلف، مؤسسات مختلف و اساس شاخصهایی که پیشان هست، از اینکه این سروی در افغانستان نه بلکه در بانک جهانی تهیه شده و افغانستان در ماه قوس امسال در ماه قوس 1399 یک سروی را که انجام داده بود او را که از طرف احصایه اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان به نشر رسید، در اونجا گفته شده که ما در مقایسه با سال 2017 در حدود 7.2% در سطح فقر ما کاهش به عمل مشاهده میکنیم و همچنان قرار آخرین آمار 47.3% تعیین شده نرخ فقر، با وجود که در سال 2017 در حدود 54.5% بود. خب ما از این میگذاریم، چیزی که بر ما اهمیت داره ما شرایطی که در رو به سر میبریم، از یک طرف کرونا، از یک طرف جنگ های متمادی و دوامدار، از یک طرف تغییرات اقلیمی، از یک طرف رشد نفوس و از طرف دیگه کاهش کمک های بین المللی، اینا همگیش دلایلی میتونه باشه برای اینکه فقر، خط فقر بیشتر شود. یعنی فکر کنم دا خود درست ده. دغه درسدی چې تاسو ورکوئ د احصایه ملي ادارې رښتیم څه موده وړاندې یو رقم خپور کړ چې په هغې کې د فقر کچه ټیټه شوې ښکارېده، اوس مثلا 43% کچه، او اوس چې کوم د نړیوال بانک ارقام دي له 55% نه 72%، یعنی 2.5% دغه کچه پورته شوې ده. دا رقم ډیر سره لري نه ده؟ بله، چیزی که ما میگیم و چیزی که ما سر از او تاکید میکنیم، خب از اینکه اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان یک اداره وطنی هست و بر اساس شاخصهای داخلی روی ارقام کار میکنه و سروی هم کرده، این سروی عملا انجام پذیرفته و مصاحبه صورت گرفته و بر اساس اون مصاحبه این سروی صورت گرفته. ما چیزی که بر ما مهم است ایست که یک سلسله فعالیت هایی که در این سالها صورت گرفته، از تطبیق پروژه ها گرفته تا ما روی میکانیزه ساختن زراعت که بیشترین تقریبا 80% صادرات افغانستان امروز پیداوار زراعتی افغانستان تشکیل میده و همچنان در قسمت ای که ما توانستیم روی حمایت از سکتور خصوصی
یک سلسله پلان‌های مشخص و همچنان راهکارهای مشخصی را ما هموار ساختیم و بر اساس او ما میتونیم بگوییم که نسبت در مقایسه با سالهای قبل ما ظرفیت رشد اقتصادی را بیشتر داریم، هموار میسازیم تا ای که بتانیم هدف عمده ما، هدف دولت افغانستان ای است که شدت فقر کاهش بده و یکی از تعهدات ماست، از اولویت‌های ماست. موږ چې څومره بحثونه دلته کړي دي د صنعتکارانو د ټولنې سره، د خصوصي سکتور له نمایندګانو سره، هغوی په ډیری مواردو کې په دولت باندې نیوکه لري چې د خصوصي سکتور د حمایت لپاره هغه چې قانون ورته وضع کړي هغسې نه کوي. مثلا برق نشته د صنعتکارانو لپاره، ډیری فابریکې ولاړې دي او د فابریکو ډیری کارمندان چې دي اوس وزګار شوي دي، بیکاره دي. تاسو د یو پالیسي ساز وزارت په توګه د خصوصي سکتور د حمایت په برخه کې د دولت لکړنو رضایت لري؟ ما میخوایم از اینجا یک خوشخبری بتم. در هفته پیش جمعی از وزرای سکتور زراعت و سکتور اقتصاد و توسعه که شامل وزارت شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت مالیه و وزارت صنعت و تجارت و تحت و وزارت اقتصاد و همچنان وزارت عدلیه، اینا آمدن با همدیگر در قسمت تشکیل یک کمیته بین وزارتی توافق کردن که بیاین سر توزیع زمین های دولتی، بعضی زمین های دولتی هست که از او استفاده صورت نمیگیره و ما با طبق ساختن یک به اساس یک میکانیزم خاص ما میخواییم، دولت افغانستان ایره میخواید ایره در اختیار سکتور خصوصی قرار بده تا ما بتانیم با حمایت مستقیم از سکتور خصوصی شاهد رشد اقتصادی از یاد رست باشیم. در خود راتون که خبره ده با تیر که یا پخواه چی کم کار شویده در زیاد وارده؟ بله، ما در قسمت سکتور خصوصی بله چالش هایی که شما عنوان کردین، زمین و انرژی برق، دو مشکل خیلی کلان است که همیشه سکتور خصوصی از او شکایت داره و ما به عنوان دولت افغانستان تلاش داریم تا این که این چالش ها را روی هم رفته در قسمت حلش بکوشیم و یکی از راه هایی که ما میخواییم این مشکل حل بکنیم توزیع زمین های دولتی برای سکتور خصوصی هست. دیره من نبیر تراغرزم پسرلیس تو مختلف ارقام دی تیر 2019 میلادی کال که په افغانستان که دفع کرکچا ده یو رقم پا اساس 55% اوس چې کوم گزارش ورکړل شوی ده دغه کچه 2.5% ته لوړه شوې ده او هغه رقم چې د احصایې ملي اداره ورکوي چې تقریبا څو میاشتې مخکې خپور شو 43% پورې د فقر کچه ده په هیواد کې، دا رقم څنګه سره د مقایسې وړ دي؟ ډېره مننه. اصلا ځینې ادارات داسې دي چې د دولت نه مجبور دي، د دولت د پالیسیو پر اساس غواړي چې په یو شکل خلقو ته یو ډاټ ورکړي چې ګواکې د فقر کچه ټیټه سوې ده، ولې بدبختانه د فقر کچه ډېره لوړه سوې. تاسو ته نړیوال بانک گزارش په اړه خبرې وکړلې، زه بیخي تاییدوم. ولې تاییدوم؟ زه خپل ځان ته دلایل لرم. هغه ته ولې د فقر او بېچارګۍ ګراف بدبختانه بیخي لوړ سوی او دغه د نړیوال بانک کوم شاخصونه باندې چې کار کړی او کوم گزارش وړاندې کړی دا دقیق دی. حتی زه وایم چې دینه هم فقر په افغانستان کې ډیر سوی. عوامل، اساسي عوامل څه کېدی شي؟ یو خو هغه عوامل دي چې همیشه مثلا د کورونا مسله یادیږي یا په هیواد کې د نامنیو د جګړو مسله یادیږي، تاسو عوامل څه بولئ؟ عوامل دا دی چې په دغه تیرو څو کلونو کې د ولسمشر غنی په حکومت کې چې اته کاله کېږي تقریبا، موږ بهرنۍ پانګونه زیرو سطح کې قرار لرو، یعنی صفر ده. بهرنۍ پانګونه په افغانستان کې صفر ده. شته پانګوال د افغانستان نه مجبور شول چې باندې ولاړ سي. همدغه څو ورځو کې تقریبا دغه یو نیم میاشت دوه میاشتو کې دغه وژنې چې شروع شوي دي او هدفي وژنې، زه د دې شاهد یم چې 50-60 شرکتونه چې زه پیژنم په مختلف ځایونو کې کار کوي، دوی خپل کارونه او فعالیتونه راټول کړي دي. همدا اوس که چیرې تاسو ثبت مرکزي ته ولاړ سئ، وزارت مالیه ته او د سوداګرۍ وزارت ته، تاسو به وګورئ چې په زرګونه خلک دي او دوی خپل رضی وړاندې کړي چې دوی خپل کاروبار بندوي.
د بندولو دلایل دا ده چې د دوی مال او ځان ته خطر دی. دوم دا ده چې موږ باید په افغانستان کې پانګونه وکړو، د خپل مسؤلیت ګڼو، ول د حکومت لخوا د مالیات په برخه کې مالیات بخیل ور دي، مالیات عادلانه نه دي، مالیات ډیر اخیستل کیږي، د وړو شرکتونو څخه هم بدبختانه ډیر مالیات اخیستل کیږي. ډیر ډیر نوز د غزوزمو ازبکستان هیواد دی، تر درې سترون کالو پورې، تر پنځو کالو پورې د نوي شرکتونو د کسو پانګونه کوي، د غوی پانګونه په ساده مافیات ور کوي. دلته کې شیر یو په یو روپۍ ماته زما اکاونټ ته راځي، زه باید دا غنه 30% دولت ته ورکوم، او بل دي چې زما مخکې لدی چې مثلا ز خپل ګټو تاوان وسنجوم یو فعالیت کوم، فقط چې پیسې ماته راځي، خدای وکړي که ګټه کوم که تاوان کوم، زه 30% باید دولت ته وسپارم. همدغه څه کې زه بل چا ته پیسې ورکوم، زه باید 30% غنه واخلم. مشخصا یو مسله ته تاسو اشاره وکړه، 30% دولت ته ورکوم. تاسو اشاره وکړه د ولسمشر غنی په اتکلنه واکمنه کې تقریبا د بهرنۍ پانګونې کچه صفر و، اوم د دلیل یې څه ده؟ صفر نه زکه ټیټو، صفر نه زکه ټیټو چې شته پانګونه چې په افغانستان کې ودلته هندیانو، ترکانو، چینایانو، پاکستانیانو، دغه خلک دغه نور په هیوادونو څخه هم موږ پانګوال د تدلود وی پانګونې درلود، موږ ګټ برنامه درلود. کله چې اوزا خراب اسوه دوی خپل پانګونه ټول کړو لاړل. اوس تاسو ماته په افغانستان کې پیډ یو دوه شرکت چې ترکی دي، یو ترکیش آنلاین دی، او دوه نور دي چې د فعالیت کوي. نور بهرنۍ شرکتونه په افغانستان کې نشته چې دوی په لوړه کچه پانګونه وکړي. میس باندې په دغه په جګګ باندې همدارنګه زموږ په زراعت او په نورو برخو کې باید پانګونه وکړي. هغه پخوانی پانګوال مجبور شول چې ولاړ شي بدبختانه. ډیره مننه، بیرته راکړم. نریمان صاحب، دولت مشر غنی په اتکلن واکه د خارجي سرمایه گذاري سطح صفر و، منی؟ خب ببینید، همیشه بعضی وقتا ما عوضی که قسمت پر یک گیلاس ما نگاه بکنیم به قسمت خالیش نگاه میکنیم. خب درست است که یک سلسله مشکلاتی در داخل منحیص نمونه، ناامنی، جنگ اینا میتونه، اما در مجموع باز هم این قابل پذیرفتنی نیست و دولت افغانستان بر اساس انکشاف سند دوم چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در اونجا روی سه اصل خیلی مهم تمرکز داره که شامل دولت سازی، شامل صلح سازی و شامل مارکت سازی هست. ما قرار است برای این که اقتصاد به شکوفایی برسانیم و به اقتصاد خودکفا ما و به افغانستان تولیدی ما برسیم، تلاش برای این است که ما مارکت برای محصولات داخلی ایجاد بکنیم، شرایط برای صادرات بیشتر بکنیم. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم واردات ما 8 برابر صادرات ما هست. ما به خاطری که بتانیم افغانستان به مارکت محصولات وطنی تبدیل بکنیم، از پیداوار زراعتی گرفته تا دیگه امکانات های دیگه و ظرفیت های دیگه که در وطن هست ما قرار است سر از رو کار بکنیم. یک موضوع دیگر هم میخوام برتون بگم که در ماه جدی 3-4 رویداد کلان در افغانستان اتفاق افتید. وصل شدن راهن خواف هرات و همچنان آقین اندخوی و همچنان اختصاص دادن زمین در برای ساختن کمپلکس بزرگ زراعتی در ولایت قندهار و همچنان ایجاد فابریکه پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا، این قدم هایی است که من پیشترم نظر به سوال پیشین شما، ما به خاطر حمایت از سکتور خصوصی داریم خیلی خوب کار میکنیم. خود دقیقا پروژه درست ده؟ بله، پروژه سیده چه افتتاح شویدی، پرانستل شویدی و ایدل پارا خبرسازی شویدی، خو خلکو سره بیا هم سوالم دغه ده چې ولې هر کال لکه دغه ارقام چې ورکول کیږي 55% فقر او 2000 کال 2% فقر، یعنی ولې محسوسیږي نه دغه پروژو افتتاح کېدل خلکو باندې به زیاتش مثبت تاثیر وکړي، منفي تاثیرات یې ډېر دي؟ ببینید، تاثیرات بعضی کارها قرار نیست در یک روز، در یک شب، در یک ماه اتفاق بیفته، در گذار زمان ما میتونیم بر احساس بکنیم. در قسمت مثلا یعنی بسیار کوچکش بگم، خطوط راهنی که افغانستان به اتصال منطقه‌ای دست یافت میتونه سالانه خیلی از تن‌ها، میلیون‌ها تن مال تجاره را
از خارج به افغانستان و از افغانستان به خارج انتقال بتوی، یعنی شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری خارجی و زمینه فراهم کردن برای کسایی است که سرمایه‌گذاری داخلی میکنن. پس به این ترتیب تلاش ما در چارچوب ملی صلح و انقلاب افغانستان این است که ما در سالهای آینده، یعنی از سال 2021 تا 2025 این تعهد داریم با زمینه سازی مارکت یا با مارکت سازی ما زمینه رشد اقتصادی را به شکل خوبش هموار بسازیم. کتم یو دیر دسی باس د چې پراخه باس ته دې کې ټول شاملې کې مثلا تاسو نه کثیر د برق سوال کو خو مربوطی کې د برق د برېښنا شرکت ته، یا مثلا د مالیاتو موضوع مطرح شو مخکې په سرګي سره اشاره وکړه، هغه بیرته د مالی وزارت پورې اړوندي کې، خو یو ډیر عمومي سوال کتل تاسو نه وکم، موږ اقتصادي منابع نه لرو او یا دا چې اقتصادي منابع شته خو مشکلی په مدیریت کې ده؟ ظرفیت کار اقتصادی در افغانستان بیشتر هست. خب یک تعداد فرصت ها را که ما از اثر کرونا یا اثر تغییرات اقلیمی و یا همچنان از اثر جنگ و ناامنی اگر از دست میتیم، ولی دولت تلاش داره و یکی از موضوعات که موضوع صلح هست، استقرار صلح یکی از کارهای اساسی دولت که روی از او کار میکنه تا ما بتانیم هر که اگر سرمایه‌گذاری مگر صورت میگیره، اگر رشد اقتصادی هم صورت میگیره، اگر یک متشبث خصوصی میخواد خوب کار بکنه وقتی است که امنیت داشته باشه. پس دولت افغانستان روی برنامه های صلح سازی، دولت سازی و مارکت سازی تعهد جدی داره و در این قسمت تلاش میکنه تا همسو با سکتور خصوصی. فساد دولتی اداراتو که هم عامل دیده چی فقر او بالاخره لوگا و بیکاری دیرش. ببینید وقتی میگیم فساد، دولت افغانستان تعهدش ایست که با فساد مبارزه بکنه. ما هنوز هم با ایجاد پالیسی ها، با ایجاد اقتصال مقررات و قوانین تانستیم تا ای که زمینه فساد کمتر بسازیم و در سایه دیگه هستیم. یک از سعودات ما ای است در قبال تطبیق چارچوب ملی صلح و انقلاب افغانستان ای است که ما مبارزه با فساد حس کردنی بسازیم، قابل احساس بسازیم و در این یکی از تعهدات ما با جامعه جهانی هم امی هست و قویا مطابق کارشیوه هایی که دولت افغانستان داره و هماهنگ میکنه تنظیم میکنه، در این را هم انشاءالله در 5 سال آینده توفیقات مزیدی نصیب ما خواهد شد. دیر من نم پس رئیس تازو که یه نظر ورکه اقتصادی منابع مونگا لرو پا کافی اندازه او یاده چی منابع نشته خو یاده چی منابع شته خو مدیریت کیستون زده؟ کاش کال توای دا موضوع ډیره جالبه ده. د سکاپ دلاره چې کوم شکل غواړم لبده مره خدای وکړي چې غو پیغام زه په خښ شکل تاسو ته ورسوم. منابع موږ ډیر زیات لرو. افغانستان اوبل لري، معدن لري، ځمکه لري، اسمان لري، ستراتیژیک موقعیت لري، ارزانه بشری نیرو لري، موږ ډیر امکانات لرو. زراعتي ځمکه لري، موږ تقریبا 15 میلیون هکتار ځمکه لرو. تر اوسه پورې 2 میلیون هکتار ځمکه موږ استفاده نه ده کړې. مخکې زموږ ملګری دوست یادونه وکړه چې موږ غواړو افغانستان په صادراتي هیواد بدل سي او صادرات مو ډیر سي. زما پوښتنه دا پوښتنه لدینم ده او د ولسمشر غنی نم ده چې تاسو څه شی صادروي؟ تاسو باید دا فکر وکړئ، تاسو د افغانستان او د چین ترمنځ د ریل پټلۍ وغځاو. هغه وخت کې مې افتتاح کړه، زه سخنګوی د وزارت د سوداګرۍ خونې وم. اغه نتیجه ساس و تاسو څه انتقال کړه؟ تاسو جلغوزه انتقالوي. جلغوزه خو خام مواد دی. تاسو خام مواد پارزانه به خلکو ته انتقالوي. د جلغوزي نه 200 رقمه توکي جو تولیدیږي. تاسو خام مواد پارزانه به خلکو ته لیږي. تاسو مڼه صادروي، مڼه خام مواد دی. تاسو رومیان صادروي، دا خام مواد دی. تاسو غنم د څه شي صادروي؟ دا ټول خام مواد دی. دا ټول باید دلته په داخل کې پروسس شي، بسته‌بندي شي، دا تولید شي، فابریکو کې ترې استفاده وشي، دلته خلکو ته د کار زمینه برابر شي، دولت ترې مالیات ټول کې زموږ بازګر او بڼوال ته باید مستقیما ګټه ورسیږي. موږ لګیا یو چې افغانستان یو صادراتي ملک جوړو. اول دا چې تاسو کوم توکي صادروي، دا خام مواد دي، پارزانه صادروي،
کولای شي چې دغه ته پروسس کوي. دوهم دا ده چې تاسو که صادروي ساز صادراتو کاچ ډیره ټیټه ده، د هرات خواف نه چې تاسو ترې پټې موضوع یاد کړه، فقط واردات لپاره موږ د پکاريږي صادراتو برخه کې موږ ډیر څه نه لرو چې دغه اغلر نه صادر کړو. همدغه سي د چین نه چې کوم ډیر پټلې د ازبکستان د لارې افغانستان ته راغی، ولې په ټاپه ودرېده؟ ځکه چې دلته موږ تولید نه درلود، څه شی موږ باید چین ته صادر کړو؟ همدغه سي په د اقینې بندر د لارې ترکمنستان ته او نورو په هیوادونو ته موږ څه شی صادرو؟ د صادراتو لپاره موږ تولید ته ضرورت لرو، دلته تولید باید وغوړېږي، پرمختګ وکړي، چې بدبختانه موږ تولید نه لرو. موږ ولې وارداتي هیواد یو؟ ځکه چې دلته تولید نه دی. زموږ غوړه اوس هم وارداتي دی، زموږ غنم وارداتي دی، زموږ روب وارداتي دی، او رومیان وګوره کله چې موسم لاړ شي بیا موږ واردات کوو. د دې لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي او دغه د اساسي څه ده موږ سره پروسس موضوع پسرلی صاحب د اقتصاد وزارت ویان ناسته او اقتصاد وزارت د دوی پټکو باندې پالیسی ساز وزارت د ټولو سکتوري وزارتونو ته کاغه د مالی د کاغه د تجارت وزارت د نور څومره سکتوري اداري د غو لپاره باید پالیسی جوړی کی. نو حکومت کې اساسي مسائل لکه تاسو چې اشاره کوي څه ده چې رسیدګی نه کیږي؟ اساس اخري سوال باندې پوره شو، یعنی ما ویل چې اساسي ستونزه څه ده؟ منګه مثلا پالیسی ساز اداریم لرو، تطبیق کون کې اداریم لرو، خو ولې پالیسیانو کې ستونزه ده او که په تطبیق کې؟ خبره ده چې اول دغه د وزارتونو ترمنځ هماهنګي نشته. دوی په خپل اعتراف وکړه چې اوس دوی یو هماهنګي ټیم د وزارتونو ترمنځ جوړه کړې. دا خو ډېر ناوخته ده، دا باید ډېر پخوا نه وای چې پالیسی جوړوي. همدا اوس زراعت وزارت د اقتصاد وزارت نه خبر نه لري چې اقتصاد وزارت د زراعت لپاره څه پالیسی لري. همدارنګه کاروبار اجتماعي ورپسې تیر څه ده، د وزارت تجارت او صنعت دا وزارتونو ترمنځ، د عدلي وزارت د دوی ټولو ترمنځ اول هماهنګي رامنځته شي. یو بل باید دوی ومني، اقتصاد وزارت باید ځانته ختمش جوړ کړي، اول خپل کارونه مشخص کړي. دلته اوس د زراعت وزارت، د اقتصاد وزارت، د مالیه وزارت او د زراعت وزارت دوی ټول کارونه سره مکس شوي دي. بدبختانه هر یو په خپل سر روان دي. مدیریتي ستونزې دي په افغانستان کې، نامري شته ده، اداري فساد دی. دلته خصوصي سکتور ډېر ستره قرباني ورکړې. زموږ ترانسپورتي شرکتونه هم دا اوس خپل احتجاج کړي، فعالیتونه په ټپه درولې دي، وایي چې حکومت موږ ته مشکل جوړوي په شکل د اشکالو د فساد د لارې. وایي نو څه کولای موږ ته په تاوان تمامېږي. طالب ته باید موږ مالیه ورکو، دولت هم باید مالیه ورکو، قومي مشر ته باید مالیه ورکو، قومندان ته باید مالیه ورکو، او هغوی ته برخې ورکو. دا د خصوصي سکتور ملا ماتوي. د دې لپاره منظم میکانیزم په کار دی. دولت باید په ټوله معنا سر تاثری امنیت ټینګ کړي. موږ په یو هیواد کې یو نوی مالیه باید ورکړو، په یو هیواد کې یو قانون، یو مقررات، یو اصول باید تطبیق شي، او هغه باید موږ ځان ومنو. ډېره مننه پسند سره دا هراج و مرج دي سبب سوې تر څو راستونه ډېر شي کور ودانو باس په جنب باندې کو. نریمان صاحب قسم په دې باس کې موږ حیران وو چې لچانه پښتنو کو جواب ګو څوک دی؟ فقر کچل وړيږي، مثلا بیکاری لوړيږي، وزارتونه مختلف دي، ادارات مختلف دي، د کار وزارت دی، د مالیه وزارت دی، تجارت وزارت دی، او اقتصاد وزارت چې تاسو ویلې چې یو پالیسی ساز وزارت دی، پالیسیانو جوړوي، ټول سکتوري ادارو ته د اقتصاد وزارت نه پالیسی ورزي. نو یو مسله ده چې هماهنګي موجوده نه ده، یو وزارت د بل وزارت له چارو خبر نه ده. نو هلاره په داسې وضعیت کې چوینه او دا چې هماهنګي هم نشته دا مور سره تاییدوي؟ ما معتقد به نیستم که نو هماهنګي وجود نداره. هماهنګي وجود داره و این که من میگم یک کمیته تخنیکی در قسمت توزیع زمین های دولتی ساخته میشه. این یک بحث تخنیکی هست که نیاز بود و این کمیته ایجاد شد و هماهنگی همیشه وجود داره و تلاش میکنیم این هماهنگی بیشتر از پیش در قسمت وزارتخانه های سکتور اقتصاد و توسعه بیشتر صورت گیره، به خاطر که وزارت اقتصاد به تنهایی مسئول فعالیت های اقتصادی دولت نیست، ولی پالیسی ساز هست، پلان میسازه، نظارت میکنه. فقر دیریگی، لوگ دیریگی، بیکاری دیریگی، چه باید شده؟ پالیسی هایی که ما در این قبال که دوستمان گفتن در این قبال، مثلا ما یک از پالیسی هایی که سرش زیاد کار کردیم و از طرح به پالیسی تبدیل شد و سر از او ما تلاش میکنیم که هر ولایت ما بیای روی یک محصول واحد کار بکنه و ما مشکل کلانی که پیشتر آقای پسرلایم او را اشاره کردن، ما مواد خام داریم درست است؟
مثلا جلغوزه، اما زمان که در بازار بین‌المللی ما او را عرضه میکنیم باید مطابق توقعات جامعه جهانی باید بسته‌بندی و پروسس شود و ما سر این موضوعات کارداری میکنیم. اگر دولت تلاش میکنه از امر حمایت از سکتور خصوصی تلاش میکنه حمایت میکنه و کاری که نظیری که به فابریکه پروسس جلغوزه گفتم، دولت بالای این که در قسمت بسته‌بندی ها، در قسمت بسته‌بندی ها و پروسس محصولات بیشتر کار میکنه و در قسمت زراعت هم بله افغانستان کشور زراعتی هست و تلاش داریم ما روی ظرفیت های کلانی که در این قسمت وجود داره و از این با استفاده از امیر بگاره. او پسر لسه پتاس هم در حالا رپوتو که اوچو پیشنادونه کدیر لن راتو وای؟ لن بابا چی زمو خوصی سکتور وانه تشوب استاد بیخی تشوش لری دوی داده اول نه سیاسی اوزار نه ده معلومه ده دوار خواه نه ده دولت نه ده مخالفین نه محیل داده چی افغانستان بند زلو خوگوی پاور و که مون بیچاره و غریب نیو مون خیراتخور نیو مون غلامان نیو ولی دوی دلاست مون غلامان سوی و مون دلوگی سر مخامخ یو لطفا دوی سر لاست یو که ده وطن جور که ده اقتصادی غریده ده پاره بیا مون تره لرو ده افغانستان و بزمک اسمان ده طول استفاده کو اقتصادی پیاورتی ها رمانسته کو اول دوی سیاسی سو باید امنیت امدارنگ ده فساد سر مبارزه و که ده دغه مشکلات زمونږ حل کړی نور موږ خپل کار کوو ان شاء الله. ډیره مننه. اقتصادي شنن کوي سیم الدین پسرای او د اقتصاد وزارت ویان عبدالصبور نریمان و چې په هواد کې د لوګې د کچې په چټې دوره په جګې دوره سره غږېدل باسم دومره و تر بیا مو الله ملشه.